به نام خدا. سلام. مشهور کسی بود به نام حاتم طایی. خونش 40 تا در داشت. از هر دری که سائل و گدا و مستمندی وارد می شد دستش رو پر می کرد و او رو راهی می کرد. حتی اگر یک نفر از 40 در وارد می شد، در هر 40 در دامنش رو پر از انبان، پول و حاجت هایی که داشت رو برآورده می کرده. اما یک رند عاشقی می گفت قربان اون آقایی برم که خونش 1 در داره، اما در همان تنها در منزلش اینقدر کیسه مستمند و حاجت و فقیر رو پر می کرد که دیگه نیازی به در دوم و سوم و چهارم نبود. چرا؟ چون در سوال کردن و در وارد شدن به در خانه کریمی به هر حال بایستی بخشی از آبروت رو گرو بگذاری. امام مجتبی علیه السلام نیازی به این نداشت و دوست نمی داشتند مؤمن یا سائل از آبروش چیزی خرج کنه، لذا در همان در ابتدایی آنقدر به او عنایت می کرد که دیگه محتاج و نیازمند در دوم نباشه. سالروز ولادت امام مجتبی مبارک باشه. باز هنگام نماز آمده است، موقع راز و نیاز آمده است. گوش کن می شنوی بانگ اذان. خوش آهنگ از آهنگ از مهربان داور ما منتظر است، مونس و یاور ما منتظر است. بنشینیم لب حوض دعا، بسپاریم دمی دل به خدا، بسپاریم دمی دل به خدا. گوش کن یا تو را میخوانم بهترین کار، تو را میخوانم بهترین کار، تو را میخوانم بهترین کار. نماز است بیا، لحظه راز و نیاز است بیا. بهترین کار نماز است بیا، لحظه راز و نیاز است بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. با نام و یاد حضرت آغاز میکنیم برنامه امروزمون رو و امیدوارم که در این روز بسیار عزیز و در آستانه ولادت امام مجتبی علیه السلام بتونیم امروز رو هم به بهترین نحو ممکنه رقم بزنیم و برنامه در خورشن رو تقدیم شما خوبان بکنیم. خدا رو قسم میدیم به مقام و عظمت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام، ما رو جز سائلان همیشگی در خونه امام مجتبی و حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین قرار بده. خیلی ممنونم که قصد دارید امروز با ما همراه بشید. جتنا الحسن صلواتك على وعلى في كل صوت
قائدن و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و اردکه تمام و تمتعه فیها تهیلا برحمتک یا ارحم الرحیم. سلام مجدد خدمت یکایک شما عزیزان، پیشاپیش سال روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به محضر شما و به محضر با قیمت و ارزش وجود نازنین حضرت بقیت الله عرضه می دارم و امیدوارم که ما رو جزء محبین این امام همام ثبت کنند و از خان با کرامتش ما را بنوشانند. در خدمت شما هستیم با حضور جناب آقای دکتر شهیدی و موضوع رشد فکری. اجازه بدین سلام میکنیم وارد بحث و گفتگو بشیم. استاد سلام علیکم. سلام علیکم. وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید. تقبل الله مالکم. من نوار منکم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان گرامی و من هم به نوبه خودم شب میلاد آقا امام حسن مجتبی کریم اهل بیت رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. انشالله امیدوارم خداوند به یمن قدم آقا امام حسن و به خوشحالی بی بی حضرت زهرا همه دوستان امیرالمومنین رو شاد و خوشحال کنه. الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. خب ما داریم هنوز کماکان با هم صحبت میکنیم تأثیر معنویات در موفقیت. بله بله بله. ما جناب موسوی در جلسه قبل تقریبا رسیدیم به عرضم به حضور مبارکتون که تقریبا البته چون که وقت اجازه نداد بحث آره خیلی سازی رو خیلی کوتاه مطرح کردیم. بله موقع غنیمت دونستیم بزرگواری. ما اگر خاطر مبارکتون باشه جناب موسوی ما به این نتیجه رسیدیم از نظر علمی که انسان‌های موفق، حالا اینطوری میگم، انسان‌های موفق عادت‌های موفقی دارن، انسان‌های ناموفق هم عادت‌های ناموفق. عادت‌های موفق یعنی نهایت ارتعاشات مثبت. طبق حالا صحبتی که داشتیم بله خیلی همه چیز از ارتعاش و عادت‌های منفی هم متاسفانه یعنی ارتعاشات منفی یک واقعیت. اما کل بحث به اصطلاح حالا بگیم در قضیه حالا مثلا به خصوص بحث قانون جذب حالا اگر درست باشه عبارت، نقطه اوجش رو ما عرض کردیم وقتیه که ما شکرگزاری میکنیم، چون شکرگزاری یعنی اوج ارتعاشات مثبت. چرا؟ چون ما وقتی شکر میکنیم که به نعمتی توجه داریم و عرض کردیم یکی بحث خداوند تبارک و تعالی است، یعنی بحث متافیزیکه، یکی هم خب به هر حال به خاطر اون حال و حس خوب، چون که کل بحث جذب خلاصه میشه در حس خوب و حس بد، که حالا بعضی از حالا افراد حتی بعضی از حکما و بعضی از شعرا حتی حالا باشه اراشون این رو گفتن که اگر انسان حس خوب داشته باشه اصلا تو اون حالت حس خوب غیر ممکنه گناه کنه اصلا، چون که تمام توجهش به مبدأ هستیه. حالا واقع مطلب به جناب موسوی، انسان وقتی یه گناهی میکنه، حالا جالب اینم تو پرانتز بگم چون ماه مبارک رمضان هست، پرسیدن که خلاصه بهترین عمل در این ماه مبارک چیه؟ پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمود الورع و عن محارم الله، دوری از گناه خودش بالاترین اعماله، یعنی یک کاری رو انجام ندادن این خودش هم یه عملیه دیگه. بله بله. خب حالا این چرا؟ دلیلش هم اینه، یا مثلا ما روایت داریم به عنوان مثال خدایی نکرده اگه کسی گناه کرد برخلاف بعضی از ادیان که میگن آقا برو پلو کشیش به قول معروف اعتراف کن تا او مثلا از خدا بخشش بخواد، اتفاقا در زمینه گناه ما روایات فراوان داریم که اصلا نقل گناه خودش گناهه. بله نشرش
شاعر فحشا و مسائلی از این قبیل. جالب از نظر علمی وقتی میایم بررسی میکنیم، میگه شما وقتی که شروع میکنیم به گفتن، خود این گفتن اولا که ارتعاشات فوق العاده منفی دوباره ایجاد میکنه، خدای نکره کسی که این کارو کرده دوباره تو مسیرش قرار میگیره و توی اون به اصطلاح چرخه قرار میگیره و خدای نکرده بالاخره خیلی ممکنه دوباره اون خود فکر. چرا ناامیدی از رحمت الهی اینقدر؟ باز حالا تو همین ماه مبارک طبق اون روایت معروفی که واقعی نقل میکنه میاد، اون حمید ابن حالا قحطبه بوده، کی بوده که اصطلاح 60 سید رو بچه سید رو کشته بود و لذا نشسته بود و روزه خوری میکرد و الاخر. حالا چون ما وقت نداریم فقط اشاره میکنیم. اتفاقا دیشب در برنامه سحری این روایت مرور شد. جالبه. آره. بله. وقت امام صادق چی فرمود؟ فرمود که به خداوند سوگند ناامیدی این انسان از رحمت الهی گناهش از اون قتل شست. افرادی مثل من نمیتونیم درک کنیم. اما تمام اینا رو بیاریم به خاطر این قضیه است که وقتی انسان‌ها توبه میکنن، بازگشت میکنن، و این یعنی این که بازگشت و توبه، حالا به خصوص که در دین ما با کلمه استغفرالله معنا پیدا میکنه، حالا چقدر روایت در این زمینه استغفار داریم، یکی از دلایلش اینجا موسوی، وقتی ما استغفار میکنیم یعنی در اصل داریم پاکسازی میکنیم. وقتی در اون حالت قرار میگیریم یعنی این که ما یک مسیر گذشته رو در اصل سد کردیم، بستیم، دیگه اصلا بهش فکر نمیکنیم. خدا هم میفرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا. حالا اون دیگه بالاخره حق و ناس و مسئله از این قبیل، اونم راهاشو گذاشتن دیگه. من میگم دیگه وقت اجازه نمیده بخوایم تو جزئیات وارد بشیم، فقط میخوام رؤوس مطالب رو بگم به نتیجه برسیم. پس بنابر این پرانتز رو ببندم، اگر فرموده اند پس بنابر این گناه نکنید، اگر فرموده اند گناه رو نقل نکنید، برای اینکه این حالا به زبون علمی بخوایم بگیم ارتعاشات منفیه و شما رو تو جو منفی قرار میده و تو جو منفی قرار گرفتن باعث میشه که نستجیرو بالله دوباره انسان سوق داده بشه به این مسئله. پس برای این یک مطلب. مطلب بعدی پرانتز رو ببندم. مطلب بعدی، ما جلسه قبل رسیدیم به این نکته که اون آقای هیولن به عنوان مثال بعد از 30 سال زحمت کشیده بود، البته 10 سال توی اون قبیله و سالها هم زحمت کشید رو خودش و موفق شده بود که به وسیله حالا اون 4 کلامی که به کار میبره به اصطلاح و خودش رو در اصل پاکسازی میکنه، در اصل این گونه بگیم که حالا شاید عبارت درستی نباشه ولی من برای غریبه به ذهن این رو میگم، یک آدم مستجاب و دعوی شده بود. بله، در جایگاهی قرار گرفته در حد خودش. بله، در حدی که به قول معروف دعا میکرد و اون انسانهایی که مشکل داشتن همشون یا مشکلشون حل شد یا بالاخره از اون بیمارستان منتقل شد و لذا عرض کردم حتی اون بیمارستان تعطیل شد. حالا کل این حرف اینه که ما امروز اگر بتوانیم انشالله این دوتا مطلب رو اگر وقت اجازه بده جا بندازیم. یک، بحث پاکسازیه. پاکسازی یعنی این که ما خلاصه انسان چون دو بُعد داره و قبلا هم عرض کردیم، بُعد مادی و بُعد معنوی. مادیات بالاخره این دنیا یک زیبایی هایی داره، یک شیرینی هایی داره، به هر حال اون لذت ها باعث میشه که انسان تمایل داشته باشه به این سمت. و جالبم اینه که قرآن بعد از در سوره شمس بعد از کلی قسم که خدا میخوره آخرش هم میفرماید که فالهمها فجورها و تقواها. یعنی علما حالا بعضی از بزرگان اینطور گفتن، گفتن این چون مقدم شده، چون نفس انسان همیشه دنبال شهواته. شهوات که میگیم مسئله فقط شهوات جنسی نیست، خواسته ها، تمایلات، حالا به قول معروف غذاها، نمیدونم زیبایی ها، فرض کنید نوشیدنی ها، هر چیزی میتونه باشه. حالا اینا ما در اسلام خداوند تبارک و تعالی هیچ چیزی رو حرام نکرده مگر اینکه حلالش هم هست. یعنی اگر بله. خداوند فرموده آقا مثلا العیاذ بالله مثلا مشروبات الکلی نخورید، از در مقابل هزاران مشروب حلال ما داریم، انواع شربت ها، آب گوارا و و و. اگر گفته فرض بفرمایید دنبال مثلا معامله حرام نرید، معامله حلال رو گذاشته و علاقه. پس بنابر این چی میخوام بگم، ولی نفس انسان، انسان رو سوق میده به سوی تمایلات منفی. بله. حالا اونم بحثای علمی شد، الان وقت اجازه نمیده میگذاریم میایم این طرف. حالا مگر اینکه کسی بخواهد بیاد تو راه خدا که وقتی والذین جاهدون فینا لنهدیان نمون صبر، وقت اگر کسی خواست
قطعا خدا کمکش میکنه، راه جلو پاش میذاره. حالا یکی از راههایی که کمک میکند به ما این که به هر حال جلوی بعض از مشکلاتمون گرفته بشه، به خصوص اگر خدای نکره در این عالم، بالاخره ما انسانیم و حالا بعضیا میگن جایز الخطا، بعضیا میگن ممکن الخطا، ولی حتما ما خطا میکنیم، این واقعیتیه، معصوم نیستیم. معصوم 14 بزرگوارن. البته این به این معنا نیست که ما خطا بکنیم، نه، اجازه ای داریم مثلا، به معنای اجازه نیست، ولی خب بالاخره بحث این که واقعیت اینه، ولی لذا خداوند تبارک و تعالی توبه رو قرار داده. توبه یعنی در خاک، به قول معروف در خاک نشینی در مقابل ذات پروردگار، و اینکه خدایا بالاخره، ولی لذا آقای امام سجاد در اون دعا میفرمان، در اون فرازی از دعا میفرمان، خدایا اگر گناهی کردم نخواستم در مقابل عظمت تو مخالفتی کرده باشم، بل سولت نفسی، نفس ما خلاصه یه کلاهی سر ما گذاشته. و خب آقای امام سجاد که معصومن، دارن از زبان من و امثال من میفرماین. پس بنابراین حالا اگر من نوعی اومدم و یک گناهی انجام دادم که هممون عرض میکنم بشر حالا کم و زیاد داره، ولی گناهکاریم، خب خداوند تبارک و تعالی میگه عزیز من گناهت رو نیاز نیست به کسی بگی، به خود خدا، در مقابل خود خدا، فقط بین خودت و خدای خودت اعتراف کن و استغفار کن. حالا شبای قدر ما داریم انشالله، عزیزانی که هستن به هر حال خدا توفیق بده، و واقعا امیدوارم انشالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده، هم دیگه هم دعا کنیم. واقعا امروز یا موسوی من به مناسبتی داشتم میدیدم چقدر تو این مدت، به خصوص از پارسال تو الان، چه انسانهایی و چه تعداد، البته مرتب، حالا به فرمایش اون روایت مرتب افرادی به این دنیا میان و افرادی از دنیا میرن، ولی به خصوص چقدر ما از دوستانمون، چقدر از عزیزانمون رو، واقعا چقدر حتی از خدمتگزاران اهل بیت رو تو این یک سال از دست دادیم، فقط خدا میدونه. ولی زا واقعا عمر دست خداست و نمیدونیم چقدر زنده ایم، و واقعا برای همدیگه دعا کنیم، به خصوص در این لیالی قدر. حالا در لیالی قدر که از اعمال مستحب اینه دیگه، ما میایم استغفار میکنیم و پناه میبریم به خدا، به خود خدا میگیم خدایا خلاصه من نوعی این گناه ها رو داشتم و تو خداوند را ببخش. خب حالا کل پاکسازی که این آقای هیولن مطرح کرده، من یه بارم عرض کردم روایت های ما بسیار و به مراتب زیباتر رو عنوان کردن. ایشون میگه آقا یکی این که خودت رو پاکسازی کن، یعنی این که پشیمان شو، نادم شو از کارهایی که کردی، حالا هر کاری که بالاخره باعث شده شما بالاخره احساس گناه کنید. بله. خیلی خلاصش، خب ما میایم بحث استغفار رو میبینیم که خیلی خدا قشنگترین رو گفته، یعنی خود، یعنی روایات ما به عبارتی این بحث استغفار، و لذا روایات زیادی داریم. اگر حالت خوب نیست، اگر رزقت خوب نیست، اگر به هر حال حتی به صورت ظاهری، به قول خیلی خودمونی بگم، دماغی یه گوشه‌ای بشین، خلاصه بعض از بزرگان اینو گفتن، یه تسبیح بگی دستت، یه دوره تسبیح استغفار بگو. خود این استغفار، طرف اومد، جالبه، اومد خدمت آقا امام رضا، مأمون بود، ولی بچه دار نشده بود، خود مأمون بهش گفته بود برو از، میدونست دیگه، برو از آقا بپرس، دشمن، حتی دشمن واقعا الفضل ما شهدت به الاعداء. به هر حال این اومد و از امام رضا پرسید آقا من بالاخره مثلا مدتی ازدواج کردم و فرزنددار نشدم چیکار کنم؟ حضرت فرمود که استغفار. این آخه به این دلیل اینو مطرح میکنم، میخوام بگم خود استغفار اثر وضعی داره. بعد از مدتی اینو تخلیه است، خداوند تبارک و تعالی به این حالا انسان کار نداریم هر چی بود فرزندی عطا کرد. مأمون بهش گفت برو بپرس از امام رضا اینو از کجا گفتی، که آقای امام رضا فرمود آیه قرآنه، خلاصه که اگر استغفار کنید خداوند یمدت کن به اموال این و بنین، خدا هم رزقتون رو زیاد میکنه، هم فرزند بهتون میده. پس بنابراین خود استغفار، استغفار واقعی اونه که امیرالمومنین فرمود باید وقتی من نوعی استغفار میکنم واقعا از کرده خودم هم پشیمان باشم، ولی در این حال همین خود گویش زبانی هم تأثیرات خاص خودش رو داره، یعنی اثر وضعی خودش رو داره. حالا پس بنابراین یک بحث بحث استغفاره، یک بحث بحث حمد و ستایش الهیه، که اینا میگم همه روایت داره، که اون حالا میگه خدایا مثلا، البته میگه به روح مبدع هستی، خدای دوستت دارم، ما میگیم خدایا، اون میگه دوستت دارم، ما میگیم کیو دوست دارم؟ خدا رو دوست دارم، خدایی که به هر حال ما رو خلق کرده. اینم واسه تو پرانتز بگم سچ آمد 90 هم نم پیش ما. طرف من طلوع یکی از علما گفت آقا من از خدا بدم میاد،
من از یکی از بزرگان از خودشون شنیدم، ایشون گفتن، فرمودن که من به اون یه جوانی بود، فرمودن به اون جوان گفتم میدونی چرا بدت میاد؟ چون نمیشناسیش. بله آخر الانسان حالا یا الناس اعداء ما جهل. وقتی من یکی رو نمیشناسم، یه شخصیتی نمیدونم، این خدا ولذا خطاب کرد خداوند تبارک و تعالی به حضرت عیسی که من دوست دارم اون حواری تو رو که مردم رو با دوستی و با محبت به سمت من، یعنی انقدر به قول معروف مسائلی رو میگه که مردم به من خدا محبت پیدا میکنن، اشتیاق پیدا میکنن. محبت نتیجه معرفت دیگه. ما مثلا نسبت به والدینمون یه علقه‌ای داریم که نسبت به خیلی از آقایون و خانم ها که حالا در جایگاه پدران ما هم هستن هیچ علقه‌ای نداریم. حتی در فامیل اون یه وقتی این شخص از فامیل رو بیشتر دوست داریم، این شخص رو دوست نداریم. چرا؟ چون نسبت به این شناخت داریم، مثلا حالا خاله از دایی هم از هرچی نسبت به دیگران. بعد این شناخته مسلمن خیلی کمک خواهد. خیلی کمک میکنه. پس بنابراین این چقدر وقت میمونیم؟ یک دقیقه. جدی؟ شما ماشاءالله تندم صحبت میکنید، ولی خب الحمدلله انبانی از اطلاعات هست. ما اجازه هم نمیدیم متاسفانه که آقای موسوی صحبت کنه، ولی بازم وقت هم میاریم. خیر ان شاء الله. به هر حال من می‌خواستم یکی این بحث استغفار رو مطرح کنم، به خصوص در این ماه مبارک، و یکم واقعش بحث نمازها و روایاتی که در این زمینه وارد شده و تاثیرات. حالا بحث علمی نماز که انصافا خودش یه جلسه میطلبه که حالا به روز بخوایم بحث کنیم، حالا که اون انشاءالله به وقت خودش انشاءالله. اگه خدا توفیق داد در سری برنامه های آینده، ولی کلن از فرصت استفاده کنیم و عبادت هایی رو که خداوند تبارک و تعالی سفارش کرده و بزرگان به اصطلاح به ما رسوندن، انبیاء الهی و بعد ائمه و علمای ما به ما رسوندن، اینها رو تا اونجا که میتونیم انجام بدیم. چرا؟ چون تأثیرات فوق العاده ای حتی در موفقیت ظاهری ما در این عالم داره. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. خدا خیرتون بده انشاءالله که یاد بگیریم با ایجاد فضای مثبت حال دلمون رو خوب کنیم. از اون طرف هم خب مسلماً با توجه به مطالبی که بیان شد انرژی مثبت میگیریم، این پالس ها و این انعکاس ها و ارتعاشات مثبت توی زندگی ما راه پیدا میکنه، حالا در قالب معارف و آموزه های دینی به اون نور تعبیر شده، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، این ارتعاشات در زندگی ما به نور. لذا می فرماد وقتی کسی قرآن میخونه وجهش نورانی میشه، رزقش فراوان میشه، نوری از سمت خونش به آسمان ها صاعد میشه. اینم بحث علمی داره اگه خدا توفیق بده انشالله. ما که خدامونه در خدمت شما بازم باشیم. به هر حال در دین ما با یک تعبیر دیگه آمده، انشالله توی این ماه عزیز برای ما تمامش حاصل بشه و توفیقاتمون بیشتر از پیش. التماس دعا دارم در این دقایق زیبا، ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا.